رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص، اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان، یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعتراف خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیش رو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. اسم من سمان است. تصمیم گرفتم داستان زندگی خودم رو برای رادیو ممنوعه بنویسم. امیدوارم کسانی که داستان زندگی منو گوش میدن درست بتونن قضاوت کنن. من اهل آبادانم. از یک خانواده متوسط، پدرم کارمنده یک اداره دولتی بود و مادرم خانه‌دار. من و خواهرم با همدیگه 2 سال تفاوت سن داشتیم و یه برادر که از من و خواهرم 2 سال بزرگتر بود. برادرم 25 سال داشت. خواهرم که فرزند دوم خانواده بود 23 سال و من 21 سال داشتم. خانواده ما خیلی آروم بودن. ما در یک محیط آرومی زندگی می‌کردیم. من از نظر زیبایی به خودم از 20 نمره 10 رو میدم. خواهرم هم بسیار سبزه و میتونم بگم خیلی قیافه‌ای هم نداشت. بدون معطلی بگم که ما 3 خواهر برادر قیافه‌های چندانی نداشتیم. ولی باید بگم شانس بالایی داشتیم. مامانم توی تهران دوستای خوبی داشت. با دوستامون همیشه رفت آمد داشتیم و مادرم هوس کرد بیاد تهران. پیش یکی از دوستامون که از نظر مالی مرفه بودن، پسرای موفقی داشتن. تو همون سفرش که میاد تهران میفهمه که خانواده آقای مهندس معینی میخوان برای پسرشون زن بگیرن. از اونجایی که مادرم زن زیرک و زرنگی بود، عکس من و خواهرمو در میاره و نشونه خانم مهندس میده و میگه بابا شما دنبال چی هستین؟ من 2 تا دختر دارم. شما دنبال دختر میگردید؟ خلاصه کنم، مامانم بعد از چند روز اومد آبادان و برای من تعریف کرد که سمانه جون من رفتم تهران. انشالله قرار شده خانواده مهندس بیان آبادان و از شما یا خواهرت خواستگاری کنن. من هم خیلی خوشحال شدم. خواهرم قدش از من کوتاه‌تر بود. قیافه چندانی هم نداشت. مامانم هم دل تو دلش نبود. بالاخره اون روز خاطر انگیز اومد. آقای مهندس و پسرش و خانومش اومدن آبادان. 2 روز پهلوی ما بودن. بعد 2 روز آقای معینی شب بود. دوره هم نشسته بودیم و شام خورده بودیم که گفت به پدرم آقای افشاری اگر شما اجازه بدید من میخوام برای پسرم محمد از سمانه جون خواستگاری کنم. پدرم به یک بار جا خورد و مکسی کرد. رفت توی اتاق بغلی مامانم رو صدا زد. گفت خانم ما دختر بزرگترمون سمن ناراحت میشه اگه بخوایم سمانه رو شوهر بدیم. اینم بگم که خواهر من سمن بسیار نازک‌دل و زودرنج بود. منم دل تو دلم نبود که خدایا نکنه بابام قبول نکنه. ولی مامانم که خیلی دانا بود و زنی زرنگ، میدونستم با این همه کلک این خانواده رو کشونده به آبادان نمیذاره که این خانواده دست خالی برن. بعد از یک مشورت کوتاه بابام اومد و نشستن. بعد از کمی خوشوبش بابام گفت آقای معینی عزیز، ما یه دختر بزرگتر هم داریم. شما روی سمن هیچ کراشی ندارید؟ در اینجا بود که خواهرم زود مجلس رو ترک کرد و رفت توی اتاقش. بیرون نیومد. مادر محمد گفت من به هستی خانم که مادرم میشد گفتم اگر بیام خواستگاری برای سمانه جون میام. بعد از کمی گفتگو گفتن خب خود محمد تصمیم بگیره. خب معلوم بود که محمد هم منو انتخاب میکرد. بنابراین شد من و محمد بریم توی اتاق و با هم صحبت کنیم و ما رفتیم توی اتاق نشستیم. محمد پسری زیبا و اجتماعی بود، جزء کسبه بازاری بود و بسیار در حرف زدن تبحر داشت. از این طرف و اون طرف حرف زدیم، تقریبا با هم به تفاهم رسیدیم. و اینم بگم من میخوام توی این داستان، و اینم بگم که محمد و مادرش 100% راضی نبودن، ولی پدر محمد که مرد نسبتاً قدیمی بود و احساس میکرد که پسرش اگر ازدواج نکنه شاید گیر دخترهای بد بیفته، پاشو کرده بود توی کفشو الا و بلا میگو باید محمد و سمانه ازدواج کنن. سرتونو درد نیارم. پدر محمد زنگ زد به خواهرش که در تهران بود و داماد و دخترش رو هم کشید آبادان که مراسم نامزدی و عقد انجام بشه. خلاصه بعد از 1 هفته مراسم نامزدی و عقد انجام شد. من بسیار احساس خوشبختی میکردم و ناگفته نماند من به معنای واقعی خوشبخت بودم. سمن خواهرم بسیار ناراحت و رنجور شده بود که چرا من تن به این ازدواج دادم و باید اول او ازدواج میکرد. منو بیشتر پسندیده بودن چون
الان گفتم میخوام اعتراف کنم نباید دروغ قاطی داستانم کنم. بعد از یه هفته که خانواده معینی مهمون ما بودن میخواستم برن، محمد از من خواست که ساکم رو ببندم و باهاشون برم تهران. خانواده من یعنی بابا و مامانم اجازه دادن و من با این خانواده به تهران اومدم و با محمد عروسی کردم، چون محمد پسری هات بود و نمیتونست طبق قرار 6 ماهی که گذاشته بودیم برای عروسی صبر کنه. محمد خودش مستقل بود و من تمام این 6 ماه رو پلوی محمد بودم، تا اینکه خانواده من دست و پا شکسته جهیزه ناچیزی تهیه کردن و محمد خودش تمام جهیزه منو تبدیل به احسن کرد و حتی به خانواده‌اش هم نگفت که چی شده. گفت این جهیزه سمان است، ولی خانواده محمد میفهمیدن که پدر و مادر من استطاعت چنین جهیزه رو نداره. و بعد 6 ماه محمد عروسی مفصلی برای من گرفت. محمد مردی بسیار مهربون و صفات خوبی داشت، ولی محمد من قبلا عاشق دختری بوده که پدرش با ازدواج اون در با محمد موافقت نکرده بود. 3 سال از زندگی من و محمد گذشت. تازه این داستانو از زبان مادر محمد شنیدم و فهمیدم محمد شکست عشقی بزرگی در زندگیش تجربه کرده بود. روزی از خودش پرسیدم آیا محمد جان این راسته که شما کسی رو قبل از ازدواج من میخواستی؟ اقرار کرد و بسیار بیتابی و تأسف. بهش گفتم محمد من جای شادی رو برات پر نکردم. گفت نه عزیزم، هنوز اگر شادی از آمریکا برگرده من با اون ازدواج میکنم. من واقعا جا خوردم. خدایا چی میشه؟ بر حسب اتفاق روزی خبردار شدم که شادی خانم به ایران برگشته و با محمد دیدار کرده و محمد بهش پیشنهاد ازدواج داده، ولی شادی زمانی که میره آمریکا با محمد به وسیله نامه در ارتباط بوده و اون موقع هنوز دنیای مجازی نبوده و یکی از دوستای شادی که به توسط اون نامه رد و بدل میشده ایشون هم محمد رو دوست داشته. نامه شادی رو تایپ میکنه و متن نامه رو 180 درجه به نفع خودش عوض میکنه و با این نامه محمد بسیار ناراحت میشه و از شادی با هزاران قصه و ناراحتی جدا میشه و دیگه از شادی خبری نمیشه، چون این دوست نامه هم برای شادی میده و به همین قصد رابطه بین شادی و محمد کاملا به هم میخوره. زمانی که شادی میاد ایران میفهمه محمد ازدواج کرده و محمد قرار ملاقات میذاره و شادی قبول نمیکنه. میگه محمد تو ازدواج کردی و من تازه صاحب یک پسر شده بودم به اسم کیان و زن و بچه داری. برای همیشه ایرانو ترک میکنه و اما داستان من با محمد اینجوری میشه که زندگی با من یار بود، چون محمد تاجر فرش بود و از موقعیت مالی زیادی برخوردار بود و زندگی خانواده منو واقعا تغییر داد و پدر و برادر بزرگ من هم در کارهاش دخالت داده شدن و اونها هم از وضعیت بسیار بالایی بهره‌مند شدن از نظر مالی. پس از 3 سال من صاحب فرزند دختری شدم و زندگی بر وفق مراد من بود، ولی من همیشه به محمد شک داشتم و مثل سایه دنبالش بودم. به شدت زندگی اونو خودمو تلخ کرده بودم. اینم بگم که خواهرم هم شانس بالایی آورد و ازدواج کرد و رفت ایتالیا و زندگی خوبی داره، اما برادرم که توسط محمد اون هم تاجر بزرگی شده بود ازدواج کرد و خوشبخت بود. بعد از 5 سال نمیدونم چرا ورق زندگی ما برگشت. برادرم مریضی پارکینسون گرفت و پدرم سرطان خیلی بدی گرفت و از دنیا رفت. من به توسط محمد به مادرم و برادرم رسیدگی زیادی میکنیم، ولی من زنی بسیار شکاک و بدخلاق و بسیار فحاش هستم و همیشه زندگی رو به محمد تلخ کردم و همیشه به محمد تهمت میزدم. محمد که از دستم شاکی شده بود کارهای منو درست کرد و منو بچه‌ام که دیگه پسرم 14 ساله و دخترم 12 ساله شده بودن به آمریکا فرستاد. برای من و بچه‌ام زندگی خوبی فراهم کرد و من حدود 10 سال با 2 فرزندم آمریکا بودیم. ولی کار محمد در ایران زیاد بود و بیشتر اوقات ایران بود. یک وقت فهمیدم که با دختر بسیار خوش اخلاق و زیبایی حدود 10 ساله که دوست شده و قصد ازدواج داره. اومد آمریکا و با من در میون گذاشت و گفت: سمانه، من از دست تو و بد اخلاقیات خسته شدم و میخوام ازت جدا بشم و با زهره ازدواج کنم. من خیلی ناراحت شدم. در حد مرگ پیش رفتم و جدا شدیم. بچه‌های من کاملا به پدرشون حق میدادن، چون اون بسیار بچه‌ها رو دوست داره و بچه‌ها هم اون رو دوست دارن و براشون همه کار کرده. و از من خواست اگر دوست داشته باشم به ایران برگردم و من هم ناامید با بچه‌ها به ایران اومدم و الان هم زندگی بسیار مرفهی از نظر مادی دارم، ولی دیگه محمد مال من نیست و من تنها پسرم با پدرش کار و زندگی و مشغله داره و دخترم هم قصد داره دوباره برگرده آمریکا و حوصله بد اخلاقیای منو نداره. این بود زندگی من که خودم با دستای خودم به بدی اون رو رقم زدم و ازش راضی نیستم. زندگی سخت نیست، زندگی
تلخ نیست. زندگی همچون نوت‌های موسیقی بالا و پایین دارد، گاهی آرام و دلنواز، گاهی سخت و خشن، گاهی شاد و رقص‌آور، گاهی پر از غم. زندگی را باید احساس کرد. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه امونی. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my eye, I like your style. Ooh, you make me, make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. Tell me,